اسم چیه؟ نازگل؟ نازگل؟ سلام علیکم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ایمان رادم و تو این ویدیو میخوایم با هم ببینیم داستان هالک ایرانی چیه. بعد از این ویدیو دوتا اتفاق افتاد. فالوره این پسر سجاد از 400-500 هزار نفر رسید به 1,000,000 نفر. اتفاق دوم حجمه خیلی زیادی بود که بهش وارد شد. اختلاف عکساش با چیزی که تو این ویدیو میبینیم خیلی زیاد بود. در نتیجه همه میگفتن عکساشو با فتوشاپ دستکاری میکرده. مخاطبم طبق معمول دو گروه شدن. یه گروه محدودی بودن میگفتن آقا ازش انتقاد نکنید، به هر حال یه ایرانیه. از اون طرف یه گروه اکثریتی بودن که مخالف این حرکت بودن. مخالفا میگفتن مقصر مردمن. به جای اینکه برن قهرمانای واقعی ورزشی رو فالو کنن مثل مدال‌آورای المپیک و پارالمپیک، رفتن یه گولاخی که به خودش لقب هالک ایرانی رو داده رو فالو کردن. یه توهمی هم بهش دادن که خودش باورش شده خبریه، وگرنه سابقه ورزش قهرمانی، مدال، مسابقه، جایزه هیچی نداره. ببینید، اکثر آدمایی که تو اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی فعالیت میکنن دنبال سرگرم شدنن. فقط شکل این سرگرمی با گذشته فرقی کرده. قدیما میرفتن تو این تماشاخونه‌های روم باستان، کلوسیوم اگر اشتباه نکنم، گلادیاتورا میافتادن به جون هم دیگه، همو میکشتن، مردم براشون هورا میکشیدن. این مردم همونان، فقط الان گوشی موبایل دستشون گرفتن، خودشون بادت میکنن که بعدن از ترکیدنت لذت ببرن. باد باد باد. خیلی ها تلاش کردن که آقا لطفا سجاد رو فالو نکنید، اگر کردید آنفالو کنید، به دوستاتون هم بگید این کارو نکنن. به قول خارجی ها stop making stupid people famous، از معروف کردن آدم های احمق دست بردارید. مقایسه بازو با آب بدنی 2 لیتری. طرف میاد میگه معتادا نمیگیرن، همه میرن فالوش میکنن. یه بچه میاد میگه فعلا خدا حافظ، الان داره کار تبلیغات اینستاگرامی انجام میده. اون یکی انقدر بچه لوس و نچسب و بی تربیتشو به به چه چه کردن، الان 4,000,000 فالوور داره، با شاه فالوده نمیخوره. خونش زیر پله ته شهر بوده، نهایتا سالی یه بار تو عید که تعطیل بوده خلوت بوده میتونستن بیان پارک ملت و تجریش رو ببینن برگردن. این آدمو بدون ذره شخصیت به چنان جایگاهی رسوندن که الان اومده فرشته میشینه به گذشته خودش میگه پیف پیف. بگذاریم، واقعا سطح سلیقه عموم مردم همینه. به زور که نمیشه بگی آقا دنبال نکن. محتوای من و چهار تا مثل من واسهشون جذابیتی نداره. یکی برگشت بهم گفت آقا چرا فلانی انقدر طرفدار و دنبال کننده داره؟ یکی از همین بلاگر دوزاریا که خودشو انقدر بی هویته به اسم بچه‌اش میشناسنه. گفتم چون زبون مخاطبشو بلده، از جنس هموناست، تا چند سال پیش لای همونا زندگی میکرده. اون مخاطب اصلا حرف منو متوجه نمیشه، اصلا نمیفهمه من دارم راجع به چی صحبت میکنم وقتی میگم آقا برای حضور تو شبکه‌های اجتماعی تو اینستاگرام باید سواد رسانه‌ای داشته باشی. یارو میگه برو بابا، من اومدم ببینم این از اون طلاق گرفت یا نه، اون به زنش خیانت کرد یا نه، این شوهرشو کشتن چی شد. یارو شوهرش مرده بود، زمان لایو خاکسپاری اعلام میکرد، یه سری بیکارم نشسته بودن تشییع جنازه نگاه میکردن. دنبال چین؟ چه انتظاری از اینا دارین؟ اینا رو گفتم که بدونید چرا وقتی میگیم یه نفری رو آنفالو کنید یا ریپورتش کنید هیچ اتفاقی نمیفته. اکثر مخاطبای اونا از جنس همینان، از جنس خودشونن. خب معلومه حرف من گوش نمیدن. برگردیم سر هالک ایرانی. چند روزی از اون ویدیو گذشت، از تب و تابش افتاد که یه ویدیو جدید پخش شد. تو میخواد الان بجنگید؟ تو میخواستی بجنگید؟ تو میخواستی اینه که نشون بدی که اینو میتونی باشی تو میواری هست داره اینه به بیخبری میتونستی نمازه کنی؟ این حداقل به جای اینکه بزنی زیر اون چوسه فیلا اون بطری آب معدنی رو پرت می‌کردی سمتش، این چه حرکتی بود؟ دوباره این پیجای زرد شروع کردن، فیلم لو رفته از
جلسه هالک ایرانی، کنفرانس خبری، همه چی ساختگی بود. چند تا فیلم و دعوای دیگه باید پخش بشه تا بفهمیم که اینا همش برای جذب مخاطب، اینا همش ساختگیه. این پیجای زردم آتیش بیاره معرکه. فیلم خودکشی دنیا جهانبخت به خاطر ساسی. فیلم دعوای داوود هزینه و وحید خزائی. فیلم لو رفته از محسن افشانی و میلاد حاتمی. نمیدونم فیلم پویان مختاری و فلانی. این ویدیوها، این تیترها برای اینه که گله مخاطب هدایت بشه، از این پیج بره تو اون پیج، به این فوش بده، از اون تعریف بکنه. وگرنه این ویدیو چرا باید اصلا اون قسمتاش پخش بشه؟ اصلا کی پخشش کرده؟ چجوریه تا مصاحبه تموم میشه همه میزنن زیر خنده؟ یعنی چی؟ کسی که میخواسته بلنش طرفو پاره کنه چجوری در عرض یه دقیقه اینقدر آروم میشه؟ در نهایت این رسانه زرد تیوی پلاس این سجاد رو برداشته آورده، یه سری سوال چرت و پرت میپرسه، اونم یه سری چرت و پرت جواب میده. راحت میتونستم تو ماهی 20000 دلارم بهم پیشنهاد درآمد بدن. واقعا؟ بله، اینا رو پیشنهاد من اصلا نخواستم برم. حتی اسم اون شیخی هم که منو باز دعوت کرد به دبی گفتش که واسه بادیگاردی باز جاش محفوظه. تی وی پلاس که تکلیفش روشنه، رسانه زرده. یعنی شما تمام ویدیوهای تی وی پلاس رو دنبال کنی چیزی بهت اضافی نمیشه. خاله زنک بازی هنرمندا و ورزشی‌ها رو کار میکنه، حاشیه‌های زرد بی ارزش. در کل سجاد میگه هیچی هماهنگ شده نیست. یعنی انتظار داشتین واقعا بیاد بگه آره ما اینا رو هماهنگ کرده بودیم؟ برگشته میگه به من گفتن هر کاری بکنی هم مسابقه حذف میشی، هر چیزی رو بشکونی بعد خودت پولشو بدی، وگرنه من میخواستم میزو بزنم تو سرش. آقا سجاد، مگه بعد از اون ویدیو اول نیومدی تو لایوت گفتی مارتین فورد برخلاف مقررات شما رو هول داده؟ تو هم برخلاف مقررات میزو میزدی تو سرش. درسته ما نخوردیم نون گندم، اما دیدیم دست مردم. تو تمام مبارزه ها قبلش توی فیس تو فیس تو کنفرانس خبری این هول دادن ها و کرم ریختن ها هست. یا تو واقعا تو باغ نیستی، اینا سوجت کردن از کنارت پول در بیارن، تو مسابقه هم این میزنه املتت میکنه، مواظب خودت باش. یا خودت هم هماهنگی باشون میخوای یه پولی در بیاری، اشکالی هم نداره. آقا شما دوست داری به عنوان یه مبارزه نمایشی فعالیت کنی؟ در هر صورت مبارزه سجاد با این مارتین فورد کاملا نمایشیه. اگه سجاد این تعداد فالوور رو نداشت می آوردنش برای این بازی؟ ما بوکسرای خیلی مطرح‌تر داریم توی ایران. خود مارتین فورد هم اونقدی این کاره نیست، بیشتر بازیگره، کلی فیلم بازی کرده تا اینکه بخواد یه بوکسور شناخته شده باشه. تو خود خارج از کشورم کلی بوکسور مطرح داریم، اما واسه برگزار کننده این مبارزه این چیزا خیلی مطرح نیست. مهم تعداد بلیتیه که به خاطر دیدن مسابقه و مبارزه این دو نفر فروخته میشه. ترسناکترین مرد جهان در مقابل هالک ایرانی. حالا بیا ثابت کن نه این ترسناکترین آدم دنیاست نه این هالک ایرانیه. اگه این مبارزه انجام بشه به احتمال خیلی زیاد نزدیکای تایم مسابقه سر و کله یه سایت فارسی زبونم پیدا میشه که ایرانی‌ها بتونن بلیت بخرن و مبارزه رو تماشا کنن. فقط لطفاً مواظب باشید که حساباتون خالی نشه، اون داستان فیشینگ و اینا. یه صحبتایی هم شده از این که احتمالاً سایت‌های شرط بندی پشت پرده این مبارزن. خیلی دور از ذهن نیست، احتمالش هست. خلاصه همه این حرکت‌ها برای اینه که این مبارزه تو کانون توجه باشه. روز به روزم که داره تعداد فالووراشون بیشتر میشه. شما تو پیج مارتین فورد که برید تعداد کامنت‌های فارسی از انگلیسی‌ها خیلی بیشتره. برو تو قسمت عکس‌های تگ شده، همه ی عکس‌ها مربوط به پیجای فارسی زبونه. یعنی فکر نکنید فقط فالوورای سجاد داره زیاد میشه، برای سوشال مدیا مارتین فورد هم خیلی خوب بوده دیگه. حالا چی پیش میاد خدا داند. اینم از ماجرای هالک ایرانی. هدف من از ساختن این ویدیوها اینه که شما آگاه تر باشید، سواد رسانه‌ایتون بالاتر بره، هر چیزی که میبینید، نشونه های یه سری چیزا رو که میبینید دوزاریتون بیفته بدونید داستان چیه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. نظرتون رو توی کامنت در رابطه با این مبارزه و این داستان ها بنویسید. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.